با سلام خدمت همه هموطنان گرامی، موردی رو که امروز ما میخواییم راجبش صحبت کنیم این مسئله افتضاحاتیه که توی مشهد مقدس داره به وجود میاد. متاسفانه فیلم هایی بیرون میاد که این برادران عراقی تشریف میارن اینجا، دختر و ناموس ایرانی لخت فیلم میگیرن، بساط مشروب، جالبه تو یکیش هم دیدم اون جلوتر وایساده بودن نمازشون هم میخوندن. آقای مسئول، آقای برادران ناجا، قوه قضاییه، چرا به این موضوع رسیدگی نمیکنید؟ چطور توی تهران میان به قول خودتون اون سایت های خبری سرات فرارو، حالا جاهای دیگه 23 میان میگن آقا یه عده دختر و پسر رو توی فلان باغ، توی فلان مهمونی که گرفته شده بود بیروسری و شؤونات اسلامی رعایت نمیشد و ریختیم و گرفتیم و اسلام به خطر افتاد و اون سری رسانه‌ای میشه. این همه ولی افتضاحاتی که توی مشهد داره به فیلماش داره میاد بیرون، همه جا پخش شده، چرا همه اینو ساکت شدن؟ مگر اینا ناموس ایران نیستن؟ اینا هم ایرانی هن دیگه، چرا اینو اعتراض نمی کنن مسئوله؟ آقای علم الهدا چرا نمیاد اینو صحبت کنه راجبش؟ برای چی اینطوریه؟ حکومت داره حمایت میکنه از این برادران عراقی؟ این وضع مشهد باید باشه؟ این مرد ایرانی، تو غیرتت کجاست؟ آقایی که تو توی مشهد هستی چرا با اینا برخورد نمی کنی؟ حکومت نمیتونه تو یه دونه تیپا بزن بیرونشون بکن؟ چه وضعی آخه؟ اسم شهرت داره بد میشه، همه جا دارن میگن مشهد تایلند دوم، اینو دوست داری؟ اگه این طور باشه والا آقای علم الهدا میگفت صیغه دارن میکنن، ثواب داره، کاری نداره آقا، یه راه حقوقی به استناد به حرف ایشون هم بشه. هر کسی هم از این به بعد توی تهران خواست بیاد پارتی بگیره دختر پسر، قبل شما که اینقدر خرج میکنید بیاد یه دونه صیغه نامه بینتون بنویسید، اومدن گرفتن بگین ما هم صیغه بودیم، مشکلمون حل میشه. ببینیم باز میگیرن شما رو؟ میشه اینطوری؟ پس اون صحبت ها چیه راجع به شهرهای دیگه؟ امامان جمعه، اصفهان بود فکر میکنم، کجا بود میدونید، صحبت شد که این بیابی ها، این بلاهایی که سرمون میاد به خاطر این کفر رو نمیدونم بیهجابی زنان و موهای سر، مگه نمیگفتین؟ چرا مشهد رو کسی ورود نمیکنه؟ چون اونجا قانونی شده؟ واقعا جای تأسف داره و من احساس میکنم آقایون لاتای مجازی، آقایونی که میاد چرت و پرت تو فیلم‌ها برای همشاخشونه، راست میگین مردین، جمع شیم اونجا تو مشهد، نذارید یه دونه عراقی را بره که فیلم ناموسمون رو پخش بکنن. این افتضاحاتی که توی شبکه‌های مجازی را افتاده بابت این آقایون عراقی، اگه مردشین اینو از همین امروز شروع کنیم، یه عراقی نذاریم توی مشهد را بره.